سلام و سلامتی بر تک تک عزیزانم و همینطور عزیزانی که از شبکه‌های مختلف به ما پیوستن. قبل از هر چیز میخوام چهارمین یک شنبه ادونت رو به شما عزیزانم، عزیزان دل خداوند مبارک باد و تحیت بگم. خوب هستین؟ همونطور که مطلع هستین کلیسای محلی ما طی سالهای گذشته سعی کرده مفاهیم ادونت رو از منظر کلیساهای سنتی مورد بازنگری قرار بده، به خاطر پیام‌هایی که پشت این رنگ‌ها هست. چون پیامی که پشت این رنگ‌هاست میتونه به ما کمک کنه به درک بهتر تعالیم و موعظاتی که در این فصل خاص داره به سمع ما میرسه. مثلا سه هفته گذشته ما شمع بنفش رو روشن کردیم که سمبل پاکسازی معبد جانهای ماست. جانی که پاک شده میتونه در یک انتظار مقدس حرکت کنه به سوی جشن میلاد مسیح، همطور با این قلب مقدس منتظر بازگشت ثانوی خداوندش باشه. همطور رنگ بنفش سمبل سلطنت و پادشاهی هزار ساله خداوند ما عیسی مسیحه. و امروز هفته چهارم ما شمع صورتی رو روشن کردیم که سمبل شادیه. حقیقتاً کلیسایی که با اشکای توبه و ندبه این هفته ها رو گذرونده چقدر میتونه ثمرات شادی و وجد و پایکوبی رو در زندگی خودش در رابطهش درو کنه. آمین. و همینطور جمعه ما جشن میلاد نور رو داریم و شمع سفید رو روشن میکنیم که سمبل عیسی مسیح خداوند ما هست. آمین که در این روزها بیشتر در اون آمادگی باشیم تا ذهنها و قلبهای ما تنویر شده از اون فروغ عشق خداوند ما عیسی مسیح باشه، تا بتونیم اون رو که اونطور که شایسته است در این روزی که یک جمعه است پر از محدودیته، شاید محدودیت‌ها خیلی سخت‌تر هم باشه، ولی قلبهای ما بتونه در حضور او رو پرستش کنه. آمین. ولی عزیزان چقدر میتونه سخت باشه، مخصوصا این روزهایی که ما داریم راجع به شادی و پرستش صحبت میکنیم، برای کسایی که دردمندن، برای کسایی که دلتنگن، برای کسایی که این سال تاریک 2020 رو در سختی‌های بسیاری عبور کردن، از وادی اشک عبور کردن، چقدر میتونه سخت باشه برای افرادی که یک سال در امید و انتظار بودن، با ایمان دعا کردن ولی دعاشون از آسمون بالاتر نرفت. چقدر سخته برای افرادی که در خانواده هاشون افرادی بیمار و مریض بودن ولی شفا نیافتن. چقدر آویزون وعده های خدا شدن ولی هیچ چیزی دریافت نکردن. چقدر جشن و سرور و شادی برای افراد میتونه بار سنگین تازه تولید کنه، نیست عزیزان؟ امثال سلیمون باب 25 آیه 20 خیلی زیبا به این اشاره میکنه، میگه سرود خواندن برای شخص دردمند، برای شخص دلتنگ مثل اینه که لباس او رو در زمستان سرد در بیاری. میتونی حس کنی؟ مثل نمک پاشیدن روی زخم اوست. مثلا بازم میگم در این سالی که گذشت چقدر پر از دست دادن ها بود، پر از شکست های مالی، رابطه ای، چقدر زمان هایی بود که هر دفعه که آمار تلفات رو از ایران و افغانستان میشنیدیم جانهای ما پر از غم میشد. عزیزان این قرنطینه که هر روز داره عرصه رو به ما تنگتر میکنه، نیست؟ در کلیسا هم چه دوران سختی رو گذروندیم، سالی پر از سکوت، خاموشی، از دست دادنها، زمانهایی که وای میسادیم اینجا برای سالن خالی موعظه میکردیم، حقیقتا سختترین لحظه بود. و این همه دلایل عزیزان
خیلی میتونه قانع کننده باشه که ما نتونیم همراه با فرشتگان سرود جلال رو بخونیم مثل هر سال، تا روح ما به عرش بلین بالا بره. چقدر میتونه برای ما سخت باشه که هم نوا با سرود مریم که سرود متبارک رو خوند، برای ورود اون مولود عجیب که ما هم هر سال میخوندیم ولی نتونیم بخونیم عزیزان. و چقدر مستعد هستیم تک تک ما و خیلی از افراد بیشتر به جای اینکه سرود بخوانیم مرثیه بخوانیم و با تعجب به این سرزمین تجربیات غریب و بیگانه خودمون نگاه کنیم، انگوش به دهن که کجا گیر کردیم، کی بیرون میایم، و با حسرت به جشنهای سال گذشته نگاه کنیم، جشنها و مهمونیهای متعدد و گوناگون. یادتونه بعضی ها خیلی بیشتر وسعشون میرسید، کنسرت های آنچنانی هم میرفتن. چقدر مستعد هستیم که با حسرت به اون بازارهای پرچرچراغ کریسمس خیره بشیم و آه بکشیم، به اون گل و واینا، یادتونه واینایی که از توش بخار میامد بیرون تو اون سرما، تو اون فضای کریسمس رو چقدر دلانگیز و رویایی میکرد. برای من رایحه اون بلوط‌ها که روی اون زغال‌ها بالا پایین میپریدن به وسیله دستای اون فروشنده زیباترین صحنه بود. هر سال این بلوط رو باید نوش جان میکردم. و عزیزان با این همه حسرت‌هایی که در جان ماست، برای نفوس ما خیلی راحت تره که تو حال خودمون فرو بریم، به خصوص امروز عزیزان، به خصوص امروز با این ماسک‌های بازدارنده تنفس اومدیم خدا رو بپرستیم، فقط نمیتونیم نفس بکشیم. حقیقتا وقتی نگاه میکنیم چه شادی هایی که به تاراج رفت، در چه جایی بودیم که پر از آزادی و شادی، ولی انگار که نمیدونیم با چه دستی توی سرزمین ناشناخته تبعید اومدیم. میتونیم متوجه بشین؟ انگار خوشی زیر دلمون زده بود، همه چیز برامون عادی شده بود. و چقدر این اوضاع و شرایط برای ما راحت تره که به جای سرود خواندن و سراییدن، مثل قوم اسرائیل که در یک برهه از زمان بود کنار نهرها بشینیم و سازهای خودمون رو بر درخت بید بیاویزیم و شروع کنیم به آه و ناله کردن. مزموری رو میخوام براتون قرائت کنم که خیلی حال و وضع ما رو خیلی زیبا به تصویر میکشه. خیلی از ما بیشتر خودمون رو میتونیم در این مزمور پیدا کنیم. با هم قرائت میکنیم. نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم. کاش هامبورگ هم یه نهری داشت، یا اقلا یه کمی تابستون بود. نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون سیحون را به یاد آوردیم، بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود، زیرا آنانی که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را به تاراج بردند شادمانی خواستند. که یکی از سرودهای سیحون را برای ما بسرایید، چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم، چگونه سرودهای خداوند را در سرزمینهای بیگانه تجربیاتمون بخونیم. این مزمور عزیزان حال افرادی رو داره نشون میده که در یه زمانهایی در یه تجربه های خیلی فوق‌العاده‌ای بودن. این قوم پرستش های آنچنانی داشتن، اون پرستش ها حیات ملی اونا رو تقویت میکرد، یه جوری به اونا بیداری روحانی میداد، چالاکی روحانی میداد، و به طور خاص اونا رو خاص‌تر از قوم دیگر، از اقوام دیگر میکرد، یه طوری بر برگزیدگی اونا
مزید میشد، به خاطر این پرستش ها، به خاطر این چیزهای عالی روحانی که تجربه میکردن. ولی شرایط اونها عوض شده بود، از قومی که یه روزی سراینده بودن به مرثی خانان تبدیل شده بودن. اونا یه دفعه بدون هیچ پیشفرضی، بدون هیچ پیشبینی وارد یه سرزمین تبعیدگاه شده بودن و نمیدونستن کی تموم میشه، کی این اوضاع و شرایط بالاخره تموم میشه، کی بالاخره اونا یه روزی به عنوان قوم برگزیده خدا در صحنای خداوند ساکن خواهند شد، با بربط و عود و سنج‌های خوش صدا دوباره خداوندشون رو می‌سرایند. تلخی اسارت عزیزان و طولانی بودن فصل زمستان روحانی اونا چشمای اونا رو از خدایی که وعده دهنده امین بود، از خدایی که دائما فکراش برای اونا فکرای سلامتی و امید بخش بود، چشماشون رو از این خدا برداشته بود و روی مشکلات خیره شده بودن. اونا نزد نهرها نشسته بودن، آنها نزد نهرهای بابل نشستن و چنگهای خود رو بر درختان بیت آویختن. اونا نمیتونستن، اونا قوتشو نداشتن در سرزمینی که گیر کرده بودن سرود بخونن. چقدر عزیزان ما مستعد هستیم در این زمانها، چقدر میتونه این حال و روز برای من و تو به وجود بیاد که تمرکز خودمونو از واقعی عظیم راز تجسم خداوندمون برداریم و بربطهای خودمونو به درختان بید که سمبل افسردگی، حسرت، ناامیدیه بیاویزیم و نتونیم سرود کریسمس و سرود امیدهای ناپژمرده بازگشت خداوند ما عیسی مسیح رو برای او بسراییم. عزیزان جالبه، خیلی جالبه، این عزیزان اول نشستن، نیست؟ اولین کاری که کردن نشستن. میخوام بگم دشمن اولین کاری که میکنه ما رو از ایستادن برای خداوند و برای بدن مسیح باز داره و بنشونه سر جامون، نیست؟ وقتی که نشستیم از ایستادن برای خداوند، برای شهادت خداوند، برای حقیقت و راه و راستی، وقتی دیگه نمیتونیم جلو بریم، ما میشینیم، دیگه شیطان خیالش راحته، چون بقیهش قدم به قدم انجام میشه. اشکای حسرت چی میشه؟ قدم بعدی در میاد، مثل زن لوط و عقب برمیگردیم. چه مهمونیایی، چه جشنایی، آخه الهی بمیرم برای خودمون، نیست؟ و خیلی راحت. قدم سوم، بزرگتری اسلحه جنگ روحانی ما که پرستشه از ما میگیره عزیزان، چون شیطان میدونه بزرگترین و قویترین سلاح تهاجمی کلیسا پرستشه. او میدونه کلیسایی که سرودخانه، مخصوصا در مواقعی که سخته، در مواقعی که تنش هاست، سختی هاست، ناامیدی هاست، او هرگز نمیتونه کلیسای سرودخانو، کلیسایی که مقام رفیع خودشو در عیسی مسیح میشناسه و در هر شرایطی به خصوص شرایط سخت قربانی های پرستشو به خداوند تقدیم میکنه، او نمیتونه این کلیسا رو باز داره. او نمیتونه کلیسایی رو که بلد پرستش کنه و در این وادی پرستش میتونه فتح و پیروزی خداوندش رو تجربه کنه، نمیتونه این کلیسا رو باز داره. او خوب میدونه عزیزان که پرستش میتونه حتی باعث بشه که ردای شفاعت هارون بر تن تک تک ما قرار بگیره، که وقتی قوم وبازده داشتن یکی یکی تلف میشدن، هارون به میان اومد با اون آتشدان پر از بخور و عطریات که سمبل دعا و پرستشه، به میان قوم اومد و وبا هر آن متوقف شد. عزیزان اگه کلیسا، شیطان بدونه کلیسایی که ویترین آسمان برای دنیا، برای بشریت، در سرزمین غریب و بیگانه تجربیات خودش نگه داره، برنده شده. اما باشه که به قول مزمور نویس
68 دشمنان خدا و کلیسای خداوند مثل دود از حضور او پراکنده شوند. آمین. اما صالحان شادی کنند، اما صالحان به حضور او به وجد بیان، اما صالحان از حضور زیبا و هستی بخش او خرسند بشن در هر شرایطی، اما صالحان به حضور قدوس اسرائیل قربانی های پرستش رو بگذرونن. باشه که در نام مسیح عیسی عزیزان نه فقط ردای هارون بلکه ردای یهوشافات بر روی شونه های ما قرار بگیره که در برهه از زمان در یک سرزمین بیگانه گیر کرده بود، لشکری از خصمان به او حمله کرده بود و اون وسط گیر کرده بود، نمیدونست از کجا این همه بلاها به سوی او اومده. او نمیدونست نه فقط دشمنان فیزیکی او را احاطه کرده بودند، بلکه دشمنانی در فکر او عزیزان، دشمنان جان او در حال وزوز کردن بودند، در حال ملامت کردن او و نشوندن او سر جاش بودند تا پیروزی رو دشمن ببره. فقط نمیدونستن یهوشافات روح دیگه ای درونه، بلند شد و دستای زانوهای سستش رو بلند کرد، سنجهای خودش رو برداشت، سنجهای ایمان خودش رو به صدا در آورد تا صدای وزوز ملامت کنندگان بر او طاری نشه. عزیزان باشه که در این حرکتی که داریم میکنیم عزیزان به سوی جشن میلاد، معبد هیکل ما، تنهای ما عزیزان، از روغن ایمان، امید، پرستش لبریز بشه تا بر تنهای ما تنپوش شادی و پرستش که برازنده تک تک شماست قرار بگیره تا دشمن و امپراتوری شکست خورده او به زیر بیفته. در دلهای خودتون یه آمین بگید. شاید بگی من که سازی ندارم، من که مثل پاستور گیتار ندارم، کدوم بربط، کدوم ساز، مثل برادر وحید که در نواختن جاز متبحر نیستم، کدوم بربط، کدوم ساز داری صحبت میکنی، مثل صدای رومینا جان که صدا ندارم بر خداوند بسرایم، اما کلام خداوند میگه هر که روح دارد خداوند رو بسراید، هر که جان دارد خداوند رو تسبیح بخواند، هر که نفس میکشد خدای خود را بسراید. آمین. قوم خداوند در مزمور 137 اسیر جنگی بودند، 70 سال در اسارت بابلیان که کوروش این شاهنشاه ابرقدرت ایران، خدا بازوی او رو بلند کرد، مس او رو کرد، حتی قبل از اینکه متولد بشه اومد آزادی یهودیان رو از زیر دست نبوکدنصر و دشمنان قوم اعلام کرد. وقتی اونا به سرزمینشون برگشتن عزیزان چه سرودی خوندن. این سرود ما میخونیم تو کلیسا، چون خداوند اسیران را باز آورد مثل خواب بینندگان شدیم، آنگاه دهان ما از خنده پر شد چون که سرود خوانده ایم. آمین. چرا دهان ما از خنده پر شد عزیزان؟ چون که سرود خوانده ایم عزیزان، چون که سرود خوانده ایم، چون در هر وضعیتی قربانی های ستایش رو به خداوند تقدیم کردیم، چون در هر شرایطی معمای خود رو با بربط و عود و سنج های خوش صدا از درون قلبمون به حضور خداوند آوردیم. پیام موسم کریسمس اینه که پادشاه ابرقدرت ما، این شاه شاهان که بالاترینه، رب الاربابه، اومد تا ما رو از اسارت تلخی، نبخشیدنها، ناامیدیها، حسرتها جدا کنه عزیزان، آزاد کنه. او اومد تا امپراتوری شکست خورده قوای دشمن رو که آزادی ما رو، شفای ما رو، شادی ما رو دزدیده بود. عزیزان
تمام غنایمی که از کلیسای خداوند، از قوم خدا دزدیده بود به یغما برد عیسی مسیح خداوند و اسیری رو به اسیری برد و بخشش ها برای کلیسای خداوند به دست آورد. برای همین ما باید سرودی تازه برای خداوند بخونیم. برای همین دهان ما باید از خنده پر شه. چرا؟ چون که با قلب و جانمون برای خداوند سرود میخوانیم. آمین. نه تنها قوم برگزیده خداوند در اسارت بود، در تبعیدگاه بود. در مزمور 137 میگه در زمین غریب بیگانه بود. از ما چقدر در این سال با چیزهای غریب و بیگانه ای روبرو شدیم. هر وقت تو در زندگی با مصائبی روبرو میشی که غیر قابل کنترله، توی بن‌بستی گیر میکنی، غیر قابل پیشبینیه، نمیدونی سونامی از کجا به سوی تو اومد، تو وارد یک سرزمین غریب و بیگانه میشی. به نظر ما غریب ترین سال زندگیمونو تجربه کردیم. هیچ نسلی عزیزان، هیچ نسلی تا به حال چنین سال غریبانه ای رو تجربه نکرده. و چقدر مستعد هستیم عزیزان، چقدر مستعد هستیم که اون شادی های باطنی که روز تولد تازه یادتونه، میتونین اون رو انکار کنین عزیزان؟ وقتی تولد تازه یافتین چه چشمه ای در درونتون ایجاد شد؟ اصلا انگار ربطی به هیچی نداشت، یک شادی بود، یک چشمه ای بود، یک چاهی در درون قلب ما که پر از آبهای گوارا بود، پر از نهرهای آب زنده بود. من هیچ وقت یادم نمیره در درونم ایجاد شده بود. بعد از یه مدت مثل چاهای اسحاق دشمن میاد سنگ میندازه، سنگهای جدایی، ناامیدی، حسرت در این چاهای قلب ما سنگ میندازه عزیزان، تا چاهای ما رو، اون چشمه ها رو مسدود کنه. اما چشمه هایی که خدا در قلب ما گذاشته به آبهای خداوند وصله، به چشمه های آسمان وصله که با پرستش به جوش میاد، به حرکت میاد عزیزان. پرستش و دعا باعث میشه چاهای ما، چشمه های ما به چشمه های آب خدا وصل بشه عزیزان. نه تنها ما عبور کنیم، بلکه این نهرهای شادمانی رو بتونیم به اونایی که خستن، افتادن، خم شدن بتونیم منتقل کنیم. اول هفته بود که من نوبت کلامم رسید به مزمور 137. راستش این یاد داشتایی که در تاریخهای متفاوت بالای سر این مزمور نوشته بودم خیلی منو ترغیب کرد که حتما این موعظه رو باید بکنم و اراده خداست. وقتی بالای مزمور نگاه کردم اولین تاریخ نوشته بودم اما من سرودهای خود رو در این سرزمین برهود و بیگانه‌ای که توش افتادم خواهم خواند. و دومین تاریخ نوشتم اما من سرودهای خود رو در این آب‌های متلاطم زندگی خود خواهم خواند. و سومین و چهارمین، من هرگز هرگز بربط‌های خود رو و درختان غم و اندوه و حسرت نمی آویزم. و بارها و بارها در حالی که شاید عشق بوده، خم شده بودم، ولی این پرستش ها حتی یه موقع چیزی نداشتم بگم، فقط شالوم خداوند رو اعلام کردم و دیدم چشمه در من جاری شده که نه فقط منو بالا کشیده، تونستم برای خیلی از افراد شفاعت کنم. عزیزان این خدا خدای ماست. ما در کلام خدا با ابر شاهدانی مواجه میشیم که نه فقط در تبعیدگاه ها بودن، در اسارت ها بودن، در وضعیت خیلی سختتر از ما بودن. یادتونه سیلاس و پولس و در اعمال رسولان باب 16، اونا برای خداوند با غیرت ایستاده بودن، برای حقیقت کلام خدا، برای شهادت راه و راستی و حیات. دشمن که نمیخواست، میخواست صدای اونا رو خاموش کنه، خیر اونا رو گرفت. نه تنها اونا رو نشون در یک زندان نمور عزیزان، بلکه به دست و پای اونا کنده زد و چند تا زنجیر اونا رو وست کرد. نصف شب
پولس به پهلوی سیلاس زد، پاشو سازمونو کوک کنیم، تکون بخور تا سرود فیض شگفت‌انگیزو برای خداوندمون در این سرزمین بیگانه که گیر کردیم بخونیم. پاشو تکون بخور سیلاس، پاشو سازمونو کوک کنیم. چقدر زیبا باب 16 آیه 26 میگه: اما قریب به نصف شب بود که پولس و سیلاس دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن، ناگاه زلزله عظیم حادث شد که بنیاد زندان رو به جنبش درآورد و درها باز شد و زنجیرها فرو ریخت. عزیزا، هیچ چیزی مثل پرستش خداوند ما بازوهای اجرایی او رو به حرکت در نمیاره، برای اینکه در وضعیت و تقاطع‌های بسته زندگیمون به میان بیاد. از هیچ چیزی مثل محبت کردن خداوندمون، این خالق زیبایی ها، این اند حسن کمال و زیبایی، رد پای خدا رو در بیابانهای برهوت زندگی ما به جا نمیذاره. هیچ چیزی. باور میکنی؟ شاید امروز که تو داری میشنوی، شاید عزیزی بین ماست، با یکی دو نفر امروز قبل از جلسه صحبت میکنم که چشمای اشکبار و پر از غم و اندوه بودن. شاید تعداد بیشتری بین ماست عزیزان، شاید تو که میشنوی الان تو بیمارستان هستی، در ضعف، شکستگی، گره‌های خیلی پیچیده. یه برادری بود توی ایران، میگفت فلانی گره‌های 3-4 پیچه داره. حتی خدای نکرده شاید عزیزی داریم پیام میشنوه که به ویروس کرونا مبتلاست. در هر شرایطی عزیزان، میخوام بگم تو فرزند خدا هستی. در طبیعت تو، در اون خلقت آفرینش زیبای تو، بسرهای پرستش نهادینه شده. باور میکنی؟ فقط باید تکون بخوری، فقط باید بچشی که چه چشمه آب شیرینی در توست. تسلیم نشو، در هر وضعیتی که هستی بلند شو، زانوها روی زانوهای خم شدت بیست، بسرهای پرستشو در زمین ناملایمات تجربه های سخت زندگیت بپاش عزیزان، تا ریشه بده، تا ثمرات آزادی، رهایی، شادی رو به زودی درو کنی. تو در هر شرایطی یک پرستنده هستی. باور میکنی؟ تو مرثی خان نیستی، تو ساخته شدی، تو موازنه شدی، تو کوک شدی که برای خداوندت بپرستی، او رو در هر شرایطی ستایش کنی. چون در خداوند از شامگاهان چی رخ میده؟ گریه. اما صبحگاهان شادی. باور کنین. شبنم عزیزم یه موعظه عالی کرد. چی بود؟ اندکی صبر، سحر نزدیک است. بذار در این پرستش پنجره‌ای به روی چشمای روحانی تو باز بشه عزیزان، تا رد پای خدا رو در تمامی حوادثی که در توی کلیساست. میدونی وقتی چشم روحانی ما بسته است، فقط میگیم چرا اینو اونو میبریم زیر سوال و دائما ملامت میکنیم. بذار پنجره‌ای به روی چشمای روحانی تو باز شه، تا رد پای خدا رو در تمامی حوادثی که از ابتدای آفرینش تا الان بوده ببینی، تا در جان دیگه قدری نه فقط انگشت اتهام تو به این و اون دراز نکنی، بلکه در جانت آرامی بیابی. چون با اطمینان میگم عزیزان، هیچ نوتی در کائنات نواخته نخواهد شد. حتی نوتهای ناهمگون، گوش خراش که گاهی خیلی ما رو اذیت میکنه، به جز این که اون نینواز اصلی خداوند ما عیسی مسیح پشت این نوتها قرار بگیره. باور میکنی؟ نه حاکمان وقت، نه این ویروس نامرئی که داره دنیا رو به عذاب میکشه. در این چند روزی که به میلاد نور باقی مونده عزیزان، نصیحت
من به تو اینه که اگه تا الان شاید کلام با قلبت صحبت نکرده، فقط در روزهایی که جلو روته، باور کن این چیزی که خودم تجربه کنم، با انجیل سرودخانان لوقا یه کمی راه برو، یه کمی قدم بزن عزیزان، اونجا یه کمی نفس بکش. انجیلی که پر از واژه‌های پرتمطراق پرستشیه، رقص زیبای پرستش، رقص زیبای واژه‌ها، انقدر زیبا اونجا به تصویر کشیده شده که همینجور که بخونی، قبل از اینکه بخونی دعا کنی و بخونی، تو جان ترغیب میشی که خداوند رو بپرستی. آمین. به خصوص باب 1 و 2، بذار روح تو آغشته بشه به روح مریم و سرود تمجید رو بخوان. یادتونه مریم تو چه سرزمین برهوتی گیر کرده بود؟ ما یه موقع این زاویه ها رو نمیبینیم، فقط سرودش رو میایم میخونیم. طفلک 15-16 سالش بود، توی قوم متعصب، توی تمدنی که اصلا وحشتناک بود این بشارت، و نه فقط خوشی نبود بلکه بشارت خیلی ترسناک بود. وقتی فرشته به او بشارت داد، پسری خواهی زایید و او رو عیسی نام خواهی نهاد، فقط میتونم اون حیرتش، اون شوکی که به اون وارد شد، در این کلمه فقط پیدا کنم. چگونه ممکنه؟ چگونه ممکنه مردی تا به حال مرا نشناخته؟ عزیزان، ولی مریم عزیزان در پس پرده تاریک شرایط خدایی رو دید که چطور جلالش رو پنهان کرده و در زمانش اون جلال آشکار خواهد شد. برای همین در جانش قوی شد و این طور خوان. پس مریم گفت: جان من خداوند رو تمجید می‌خواند. روح من در نجات دهنده من وجد می‌کند، زیرا به حقارت کنیز خود نگاه کرد. بعد از این تمامی قوم‌ها مرا خجسته خواهند دید، زیرا آن قادر، آن قدوس به من کارهای عظیم کرده. اصلا چه روحی میتونست این دختر بچه رو تو اون وضع این تو بلند کنه؟ و هم تو سرود شمعون، اصلا شمعون پیر که خواستگاه و جایگاه خیلی رفیعی در مسیحیت داره، شمعون پیر به جای اینکه به خاطر اون کهولت سنش منتظر مرگ باشه و کم کم بربطهای خود رو، چون سالها خدا رو میپرستی دیگه، و درختان بید بیاویزه، وقتی مریم این نور عالم رو در دستهای لرزان شمعون گذاشت، این مولود سماوی رو، شمعون در جان خودش قوی شد و سرود اکنون ای خداوند که زیباترین سروده و او رو مشهور کرده که به بزرگترین مبشر تاریخ بشریت، این پیری که چند لحظه روزی شاید به زنده بودنش نمونده بود، این سرود رو خوند: اکنون ای خداوند بنده خود رو رخصت بده تا به سلامتی برم، دیگه هیچی جان من نمیخواد، زیرا چشمان من نجات تو رو دید، نوری که کشف حجاب برای امتها خواهد بود و جلال برای اسرائیل بود. چه بشارت عظیمی عزیزان. و ایمان دارم که کلام خدا و اون نفوذ و قدرتی که داره و اون قدرت بی همتای خودش امروز در جان مشتاقان و تشنگان حقیقت عمل کرده و امروز میتونیم عزیزان با ایمان بیستیم و از اون چشمه‌ای که شاید مسدود شده با سنگ و کلوخ‌ها، با تلخی‌ها، با نبخشیدن‌ها، با غم و اندوها، با قربال کردن حسرت‌های گذشته پرستش کنیم، این مانع‌ها رو برداریم تا دهان ما پر از خنده بشه، تو با خنده و شادی جمعه به میلاد پرشکوه و عظیم عیسی مسیح خداوندمون با بربط و سرودهای شاد نزدیک بشیم. میدونم خیلی سخته عزیزم، برای من خیلی سخت بود، ولی امروز یادم افتاد
همینطور که پاستور داشت صحبت میکرد یادم افتاد که تو کلیسای مجیدیه، یعنی ما کلیسای جماعت ربانی بودیم، 6 سال منتظر بودم که تعمید بگیریم. به خاطر جو حاکم اونجا ما نمیتونستیم تعمید بگیریم. بعد از 6 سال به ما خیلی آروم و تلگرافی پیام دادن که ساعت 9 شب من و دخترم الهام توی کلیسای مجیدیه باشیم تا اونجا تعمید بگیریم. من ساعت تقریبا 7:30-8 شب بود که از سر کار اومدم. فوری از سر معلم یه جعبه شیرنی گرفتم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره. با چه شادی میدویدیم. وقتی که رسیدیم اونجا دیدم 4-5 نفر هستن و همه در سکوت. همین چیزی که پاستور گفت. تو چین و ژاپن فقط تجربه نشده، تو کلیساهای زیرزمینی ما خیلی تجربه کردیم. یادم مواظب بودیم صدامون از پنجره بیرون نره. و چقدر دلم میخواست سرود بخونم، چقدر دلم میخواست بپرستم. همه فهم گفتن هیس و آروم آروم یه آیه به ما دادن و زیر لب چند تا سرود خوندن، ما رو کردن تو آب آور. یعنی ما تعمید گرفتیم، خدای شکره. و هر دفعه که اینجا تعمید بچه ها میگرفتن و اینجوری سرود میخوندن، گیتار میخوندن، فقط من پر از حسرت میشدم مثل قوم اسرائیل. به اون روز نگاه میکردم گفتم کاش یه بار دیگه تعمید بگیرم. ولی هیچ وقت شادی اون لحظه رو یادم نمیره، چون قلب من پر از پرستش بود. قلب من داشت رو محبت میکرد، قلب من داشت رو قربون صدقه اون میرفت و دستامو گاهی در این حوض تعمید بلند میکردم و یواشکی قربون صدقه عاشق جانم میشدم. امروز ما هم میتونیم او رو خیلی عمیق‌تر همونجوری که الیزای عزیزم گفت بپرستیم. آمین.